دوستان عزیزم سلام، به کانال فارسی مدیا خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و تو بهترین روزهای زندگیتون باشین. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با نشانه های کمبود پروتئین در بدن صحبت کنیم. با ما همراه باشید. پروتئین نقش اساسی در عملکرد بدن دارد و کمبود آن باعث بروز مشکلاتی جدی خواهد شد. پژوهشی بیان می‌کند که 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا از کمبود پروتئین رنج می‌برند، به ویژه در مناطق مرکزی آفریقا و جنوب آسیا. 30% از کودکان دچار کمبود پروتئین هستند. اما چطور متوجه شویم پروتئین کافی در بدن ما وجود ندارد؟ در ادامه به علائم بروز این مسئله می‌پردازیم. خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. مورد اول، میل شدید به خوردن غذا. اگر همیشه احساس گرسنگی می‌کنید و میل شدیدی به خوردن غذاها و خوراکی‌های مختلف دارید، ممکن است این مسئله در اثر کمبود پروتئین و بالا بودن کربوهیدرات و قند در رژیم غذاییتان باشد. احتمالاً از غذاهای پرکالری استفاده می‌کنید که میزان پروتئین آنها در مقایسه با مقدار کالریشان کمتر است. مورد دوم، از بین رفتن توده‌های عضلانی و درد مفاصل. ماهیچه‌ها بزرگترین ذخایر پروتئین در بدن هستند. ضعف ماهیچه ها، درد و از بین رفتن توده های عضلانی از نشانه های کمبود پروتئین هستند. این مسئله بیشتر در افراد سالخورده شایع است. پروتئین برای رشد و حفظ ماهیچه ها ضروری است. مورد سوم، مشکلات پوست و ناخون. کمبود پروتئین ناخون ها را ضعیف و شکننده می کند و در بعضی از موارد خطوطی سفید و نقاطی قهوه‌ای رنگ روی ناخون ها به وجود می آید. کمبود پروتئین می تواند بر پوست هم اثر بگذارد، چرا که پروتئین در بازسازی سلول ها نقش دارد، به گونه ای که سلول های جدید تولید و جایگزین سلول های مرده می کند. کمبود پروتئین باعث خشکی، پوست پوست شدن و ترک خوردن پوست می شود. مورد چهارم، ریزش مو. 90% از ساختار تارهای مو از پروتئینی به نام کراتین تشکیل می شود. اگر مواد مغذی به اندازه کافی به بدن نرسد، موها نازک و کدر می شود. علت این مسئله آن است که در این حالت بدن تلاش می کند پروتئین موجود را حفظ کند و دیگر برای مواد غیر ضروری مثل رشد موها از پروتئین استفاده نمی کند. بریم سراغ مورد پنجم، کبد چرب. کبد چرب یکی از شایع‌ترین علائم کمبود پروتئین است و اگر درمان نشود میتواند باعث بروز بیماری کبد چرب شود. این بیماری منجر به التهاب، زخم شدن و از کار افتادگی کبد میشود. مورد ششم، بالا رفتن خطر شکستگی استخوان‌ها. کمبود پروتئین بر استخوان‌ها هم تأثیر میگذارد. کافی نبودن میزان پروتئین بدن منجر به تضعیف استخوان‌ها میشود و در نتیجه خطر شکستگی استخوان‌ها را افزایش می‌دهد. این مسئله بیشتر به این دلیل است که وجود پروتئین برای جذب کلسیم ضروری است و به سوخت و ساز استخوان‌ها کمک می‌کند. مورد هفتم، بیخوابی. اگر خواب نامناسبی دارید یا از بیخوابی رنج می‌برید، این مسئله احتمالاً ناشی از کمبود پروتئین است. پروتئین‌های موجود در غذاهایی که مصرف می‌کنیم در تولید اسیدی به نام تریپتوفان نقش دارند. این اسید آمینه باعث خواب‌آلودگی می‌شود. به همین دلیل است که برای داشتن خوابی بهتر باید در نزدیکی زمان خواب از مواد مغذی حاوی پروتئین استفاده کنیم. مورد هشتم، تضعیف مغز. برخورداری مناسب از پروتئین اهمیت زیادی در حفظ سلامتی مغز دارد. حافظه ضعیف و دشواری و یادگیری چیزهای جدید از علائم کمبود پروتئین هستند. تحقیقی بیان می‌کند ما برای داشتن تمرکز به انتقال دهنده‌های عصبی مثل دوپامین، اپینفرین و سراتونین نیاز داریم. طبق پژوهش‌ها روزانه حداقل میزان برخورداری از پروتئین در مورد بزرگسالان 56 گرم برای مردان و 46 گرم برای زنان است و این میزان در مورد کودکان بسته به سن آنها از 19 تا 34 سالگی متغیر است. مقادیر ذکر شده در زمان بارداری و بیماری ها متفاوت خواهند بود. خیلی ممنونم که همراه فارسی مدیا بودید. لطفاً کسایی که برای اولین بار همراه فارسی مدیا شدن کانال ما رو سابسکرایب کنن و برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر بشن زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنن. لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون هم شیر کنید تا اونها هم اگه با کمبود پروتئین مواجه هستن از اطلاعات این ویدیو به خوبی استفاده کنند. شب و روزتون خوش.